سلام، قبلا گفتم هر وقت این چاقو دست منه آنباکس داریم. شاید خیلی وقتا براتون پیش اومده باشه که ازتون بپرسن یا خودتون کنجکاو بشید که واقعا یه دونه لپتاپ میارده خوب چی باید خرید، چه ویژگی هایی داشته باشه برای کاری روزمره بشه ازش استفاده کرد. ولی خب همیشه آدم سردرگمه وقتی میره لپتاپ بخره. خب تو مارکت ایران اختلاف سلیقه های زیادی وجود داره، ضمن اینکه چون خب معمولا قشر کسبه چون دوست دارن که جنس خودشون رو بفروشن یه خورده مشاوره های زد و نقیز میدن. ولی من تو این ویدیو قصد دارم که هم یه دونه لپتاپ میان رده خوب و معرفی بکنم، هم آنباکسش بکنم، هم بگم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. خلاصه وقت رو تلف نکنیم و بریم که استارتش رو بزنیم. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. خیلی ممنونم که من رو حمایت میکنید. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید و اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد حتما برای من کامنت بذارید. وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ لنوو تینکبوک. قبل از هر چیز بگم که خب لنوو سه تا زیر برند داره، مثل تینکپد و تینکبوک و آیدیا پد. خب این سه تا زیر مجموعه لنوو هستن. حالا اینکه من چرا معمولا اگر لپتاپ آنباکس میکنم لنوو آنباکس میکنم، بخاطر اینکه اصلا کلا لنوو برند مورد علاقه منه، من خیلی با برندش حال میکنم. بریم اینجا. درش رو باز بکنیم. ببینیم توی جعبش چه چیزایی هست. خب یه دونه دو شاخه سه شاخه که آمریکایی هستش. واو، شوخی میکنم، همین اول سورپرایز شدم. این تینکپد سری 2021 هستش. اینم که همون سری آمریکاییه که باید بهش تبدیل بزنید. یه دونه پاور 65 آمپر خیلی کوچیک، برخلاف لپتاپ گیمینگی که تو ویدیو قبلی آنباکس کردم به نسبت خیلی کوچیک، 65 وات و تایپ سی. لنوو توی پاوراشو زرد رنگ اون مستطیلی شکله، ولی حتی توی این تایپ سی هم زرده و فقط پینایی رو داره که مربوط به جریان برق هستش، با تایپ سی شارژ میشه. خیلی جالبه. یه سری کاغذ و مغز که اون توه، خیلی حوصله ندارم توضیحشون بدم. از اینا خیلی خوشگل اینجا نوشته تینکبوک، اونجوری بگیرمش و کاملا رنگ توسی براق و مات و یه نرم لنوو این گوشه. بریم بازش کنیم. یه دونه از اینا و کورایتری اینتل نسل 11 که البته ویندوز نصب کردم روش، یه سری قلقا داره که اگر بتونم یه ویدیو در موردش میسازم حتما براتون برید حالش رو ببرید. بعد یه کیبورد که بکلایت نداره، اینجا دکمه پاور که در واقع فینگرپرینت هم داره و میتونید با اثر انگشت ویندوزتون رو آنلاک بکنید. نامبر پد روی کیبورد، یه دونه ترک پد بزرگ و کاملا باریک
دوربین هم اینجا یه دونه کشویی داره که میتونید دریچه دوربین رو ببندید. کورایتری 1 ترابایت هارد، 128 SSD و 12 گیگرم. مقدار رم روی این مدل لپتاپ کاملا کاستوم، اصلا نگران نباشید. 8ش رو میتونید پیدا کنید، 16ش رو میتونید پیدا کنید، فقط تفاوت در قیمت داره. بیشتر از کورایتری هم کورای 5 هم داره، ولی این لپتاپ هایی که کارت گرافیک ندارن بیشتر از کورایتریش اصلا نمیصرفه که بخرید، به خاطر اینکه وقتی که شما مثلا واسه میخواهید واسه کار روزمره استفاده کنید، بعد برید سی پی یو کورای 5 بگیرید، فقط قیمتش رو میبره بالا، ولی خیلی قدرت گرافیکیش رو بالا نمیبره. ضمن اینکه نسل 10 و 11 پروسس گرافیکی خیلی خوبی دارن و خب یه لپتاپ میان رده است، اگر بخواید باهاش کار گرافیکی خیلی سنگین بکنید اصلا بهتون جواب نمیده. خیالتون راحت کنم و اینم بهتون بگم که خب لپتاپ های استفاده روزمره چه ویژگی هایی باید داشته باشن. معمولا شاید بخواید مثلا یه آفیسی باز بکنید که خب میتونم بگم که از سنگین ترین نرم افزارهایی که تو آفیس استفاده میکنید اکسل، اونم اگر رکورد های زیادی توی تیبلش وجود داشته باشه. برای فتوشاپ هم حتی میتونید ازش استفاده بکنید، خیلی کارهای سبک رو میتونید انجام بدید. حتی فتوشاپ برای وب و دیزاین وب هم میتونید ازش استفاده کنید، برای کد نویسی خیلی جوابه، یعنی در واقع واسه کد نویسی اگر بخواید ازش استفاده بکنید، اگر کلاس برنامه نویسی میرید، اگر برنامه نویسی رو تازه استارتر هستید توی برنامه نویسی و تازه شروع کردید، اونجا هم خیلی جوابه. اگر به قول معروف شبکه رو فرا گرفتید، دانشجو هستید، میخواید استفاده بکنید، خیلی لپتاپ جوابیه. ولی خب با توجه به اینکه i3 هستش و من هیچ وقت پیشنهاد نمی‌کنم که شما لپتاپی بگیرید که سی پی یوش پایین‌تر از کور i3 باشه، خب قیمتش حدود 16500. از طرفی هم خب من بارها قبلا گفتم که اصلا شما زیر 20 میلیون نمیتونید لپتاپ درست حسابی بخرید، ولی این لپتاپ لپتاپ خیلی خوبیه. جنس بدنش هم یه جوری القا میکنه که فلزه، ولی من شک دارم. رنگش هم که کاملا متالیکه، ولی من شک دارم، چون من معمولا همیشه احساس میکنم که لنوو از حالا یا آلیاژی یا از پلاستیک استفاده میکنه از توی بدنه، ولی موضوعی که وجود داره خیلی زیباست. یعنی من هر وقت این سریای لنوو رو نگاه میکنم خیلی شیک و مدرن و طراحی به روزی داره، طراحی مینیمالی داره که من خیلی از طراحیش لذت میبرم. اما این لپتاپ رو بریم سراغ پورتاش. این طرف دوتا پورت تایپ سی داره که یکیش فقط برای برق، بعد البته حواستون باشه که این دوتا رو اشتباه هم نزنید. من نمیدونم که اگر یه نفر اشتباه این پورت رو بزنه چه اتفاقی میفته. بعد یه دونه خروجی HDMI، USB 3، جک 3.5 میلیمتری آدیو که در واقع موبایلی هست، الان دیگه توی لپتاپ های جدید البته حتما دیدید، تو لپتاپ های جدید دیگه شما دوتا پورت ندارید که یکیش میکروفون باشه یکیش اسپیکر باشه، این پورت ها اینتگریت شدن، یعنی موبایل و میکروفون و هدفون یه جا هستش. این طرف هم پورت لن رو دارید و USB و SD کارت. این هم از این، این هم از پورتاش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یکی از پیشنهادهای خیلی خوبه لنوو تینک پد نسل 11، نسل 11 اینتل که سی پی یو خیلی قدرتمندی داره. از اون لپتاپایی که لنگ نمیذارتتون، از اون لپتاپایی که اصلا کلا برند لنوو از اون برندایی که به اصطلاح عامیانه چجوری بگم خیلی به خرکاری معروفه. به خاطر همین من همیشه لنوو رو پیشنهاد میکنم، هر کی هم ازم مشاوره بخواد لنوو رو پیشنهاد میکنم، به خاطر اینکه قیمت مناسبی داره، طراحی جدیدش کاملا چشم نوازه، حس حرفه‌ای بودن به آدم القا میکنه. در نهایت ویدیو رو کوتاه کنم، وقتتون نگیرم، تا ویدیو بعدی
من رو حمایت بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید. اگر نظری دارید خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارید که هم من استفاده کنم هم بچه های دیگه. دمتون گرم. بدرود.